اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام و پیشا پیش تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفاش. خب ما در ادامه بحث، این جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که تو این جلسه یه مرور کوتاهی بکنیم. گفتیم که حمد میکنیم اول این دعا خدا رو و فراموش نکنیم این که ما تو چه زمینه ای حمد میکنیم خدا رو میزان شعور و فهم ما رو نشون میده. خدا رو ممنون که مثلا برای همه چی، حالا کل نعمی، برای همه چی نعمت های خدا شکر. اما این ما هست میگه خب خدا رو شکر که مثلا بهم پول دادی، خدا رو شکر که مثلا غذا دادی. این یه سطحی از فهمه. خب اما این موقع است میگه آقا الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین، خدا شکر که من محب امیرالمومنین، من شیعم، ولو گرسنه و فقیر باشم. گفتی چی شو؟ یعنی تضاد وجود اومد دیگه. ولو گرسنه و فقیر باشم الحمد. این سطح ما رو نشون میده. این دعا به ما یاد میده که میگه الحمدلله بابت چیه؟ فی اولیائک، خدایا شکرت در مورد این اولیائت. شما جهت عاشورا میخونی تو سجده آخرش چی میگی؟ یا اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. چرا؟ علا مصابهم الحمدلله علا عظیم رضیتی، خدای شکر بابت این مصیبت. با اون یای وحده آخرش هم میگه این مصیبت من. ما هم خودمون صاحب مجلسیم، مجلس از داریم حسینه، هر کس تو شرکت میکنه از سینه زن تا چای ریز تا اون کسی جلو دم در کفشا رو مثلا چیز میکنه، اینا همه خودشون صاحب مجلس میدونن، یعنی عزیز از دست دادیم. بعد میگه الحمدلله که من تو این مصیبت شریکم. چه ما خط میده میگیم، بعد ما باید با خودمون بگیم که چرا الحمدلله، چرا من اینو نمیفهمم الحمدلله بابت این. حالا تو اون مقامات زیارت عاشورا راجع به صحبت کردیم قبلا. اینجا میگه پس برو بفهم چه نعمتیه که یه جا کارت میلنگه دیگه. یا شما مثلا میری یه جای توی حراجیه یه تابلویه یه چیزی، حالا اونجا که پولشویی میکنن نواجه درست حسابی، یه چیزو قیمت گذاشتن توی کاسه انقدی آقا یه میلیون دلار، یه لابدی چیزی هست دیگه. تا قبلشون کاسه رو میذاشتن مثلا ما نگاهم چیش آبم نمیخوردیم، مثلا چیه این قدیمی کهنه است کثیفه. وقتی میفهمیم ارزشش چیزی که میذاریم هفت قفلش میکنیم توی 60 گاوصندوق قایم میکنیم. این حمد آرمان ما و امنیه ما رو نشون میده. امنیت شائقن یتمنا، تو همین دعا میخونی. برای چی آدم؟ میگه که آقا بعد کیا اینا که لدینه و لنفسه، اینا که وقف تو هن و وقف دین تو هن، باید برسیم به این که آقا دار و ندارمون باید وقف خدا بشه. فلزا توی همچین دعایی سالک مسیر، این سیر یه مدل سلوکه، این دعا یاد میگیره و کیف میکنه از اینکه مکلف باشه، تکلیف خدا گردنش بگذاره. میگه میشه ما هم تو این مأموریت شریک کنی؟ ببین فی اولیاءه که اونا شریک کردی، از تخلص تمام لدینه و لنفسک، اینا جدا کردی، این مأموریت ویژه، دورهای ویژه فرستادیشون، دوره کماندوی فرستادیشون که حالا میخوای استفاده، میشه ما هم تکلیف کیف میکنه. اما حالا یه سوال میام، شما فرض بکنید عزیزترین کسی که فکر میکنید تو ذهنتون هست به غیر از معصومی، براتون مهمه، باهاتون براتون ارزشمنده، یکی از آرزوهاتون حتما در مورد اون فرد میدونید چیه؟ اینکه میشه من مثلا ماه یه بار مدون شما رو ببینم؟ ها من هر ماه یه جلسه نیم ساعته، آقا ماهی یه بار 10 دقیقه، درسته؟ میگم من خیالم راحت بشه. حالا اون فرد هر چقدر گنده باشه، هر کی میخواد باشه، اپسیلونی هم در مقابل خدا نیست. خدا اینجا جلسات مدون میذاره، میگه روز 5 بار میخوام ببینمت، انقلتا شروع میشه.
جلسه مدونه دیگه. حضور در جلسه الزامی است برات نامه زدن. میگم پاشو بیا. اصلا باید بیای. تو بخشی از این جلسه ای. تو مهمی. ما نمیفهم وقتی نماز میخونیم ما مهم بودن خودمون رو نشون میدیم. بعد میرسی تو ادامه. همون اولش که الحمدلله میگه. میگه و صلی الله علیه و سیدنا و نبی صلوات بفرستید. میگه حمد عالی ترین نقطه رو بلافاصله بعدش میزنه. عالی ترین نقطه اون مسئله اعلا و غایتی که اون که پیامبر شدنه. نه به مقام پیامبری رسیدن ها. یعنی حضرت رسول. یعنی عالی ترین جاییه که کسی تونسته بره. اون جایگاه مقامی محمود است. تو زیاد عاشورا میگیم. یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. میگه ما هم بیام اونجا. یعنی خیلی خواسته های گنده گنده یه خدا وکیلی. یه تو زیارت عاشورا چه تو اینجا. یعنی غایت رو نشون میده همون اول. مدل خدا اینجوریه. مثلا سوره فجر رو نگاه کنید. میفهمید؟ والفجر. قسم به ظهور. و لیال عشت و اون شبهای دهگانه که میبینی. شبهای دهگانه شب و روز در کنار ده در قرآن نماد دوران بدون ولی خدا بودنه. و وعدنا موسی 30. بله تا اینجا اون 30 شب که گذشت اتفاق نیفته. و اتممنا به عشر فاتحهشون خونده شد. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوت و لیل اذا یسر. نترس این شب میگذره. چون اول برای یه نفر رو میخواد توی مسیر بکشونی بعد اول مقصد رو نشون بدی. بگی ببین من راه نمیام بابا 40 کیلومتر پیاده بیام. میگی ببین بعدش نمیدونی کجا میخوایم بریم. عکسای اونجا رو نشون میدی ها. این جذبه درش به وجود میاد. خود مدلش اینجا. میگه ببین این دایه میدونی میخواد با تو چیکار کنه. این چی؟ میگه ببین این جایگاه ها ببین این تو ذهنت بیار. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه شما اوه. او رو تارگت کنید. مبنا قرار بدید. بسم الله. حالا شروع کنید. بیا این در آدم آتش به وجود میاره. چون ببینید همین الان مثلا طرف تو خونه زندگیشه مثلا به پسره میگه پاشو یه دقیقه برو فلان چیز برده بیا. بارو بابا حوصله ندارم. یه نمکدون این ورور نمیکنه. پاشو برو یه نون بگیر. میکشه خوش برنش بره نونوایی نون بگیر بیاد. بعد همین پسره بله یکی اینو میپسنده. یاد میگه خدا چه شکمت گنده است. آقا از فردا 6 صبح باشگاه. ناشتا. کل کربوهیدرات گذاشته که فقط سفید تخم مرغ میخوره. تا یار بله. کرا خواهد و میلش به که باشه. چی شد؟ شوق به وجود اومد. نمکدونی ورور نمیگه پدر سوخته. این شوق رو باید به وجود بیاره. آتش ما رو میاره. بر مبنای این آتش و شوق شما لایف استایل میچینید. شما میخواین نفر مثلا چه میدونم فلان رشته ورزشی المپیادی بشید. میبینی تو المپیاد. تو المپیک بخشید. میخواین بعد تو یه رشته درسی علمی تو المپیاد اول بشی. المپیاد نمیدونم نجوم نمیدونم چی چی چی. لایف استایل شبیه هم داره؟ نه. این دقیقا میچپی تو یه جا تکون نمیخوری فقط درس میخونی. اون یکی چیه؟ صبح و شب داری میدوی این ورون ور وزنه داری میزنی. یعنی اینجا اگر این هدف و تارگت و مقصود که محموده و پسندیده است مشخص نشه در من شما آتش به وجود نمیاد. چرا تکون نمیخوره این جامعه؟ چون نمیدونه ظهور یعنی چی. که تو این دعا اینو یادمون میده. میگه اینه اینه اینه. برای ما ویژن میسازه. برای ما ویو میسازه. برای ما یه دریم رؤیا میسازه. بیون تهو ببین و انت تعامل ملا. آقا ظهور کردی دورتو گرفتیم. همین چند روز پیش یه دوستی داریم برای ما نقاشی کشیده. بعد یکی بهش نشون دادم گفت فلانی میدونی چیو باید نقاشی کرد؟ گفتم چیو؟ گفت این و انت تعامل ملا رو بیاد نقاشی کنه مثلا.
همه اینجا دورش جمع شدن حیرونشن. گفتم باریکالله آفرین. من هم یکی از سوژه های همیشه میگم همین. یا اونجایی که از ظهور کرده تکیه زده به خونه کعبه. یه هنرمندمون چقدر میتونه اثر تولید کنه. یه تصویر از امیرالمومنین نقاشی شده، خدا پدر مادر هر کسی اینو تصویر رو ساختن بیامرزه‌ها. خب جا امام هادی استفاده میکنن، جا امام حسین استفاده میکنن، داره میره از پشت. دیدید لای گل میذارنش، توی خرابه میذارنش، توی همه جا لا مصاب. مگه نقاش قطعیه؟ خب بکشید یا 20 تا تصویر دیگه تولید کنید. گیجی توی این مملکت بیداد میکنه. این همه نقاش متعهد اهل بیتی خود چیکار دارید میکنید؟ دیدید وقتی اون جوش شکل بگی برای حاج قاسم که به شهادت رسید چقدر نقاشی تولید شد؟ ها؟ حاج قاسم نشون میداد مثلا تو بغل امام حسینه. حاج قاسم نشون اون دنیا رفته وارد شده تو بهشت، نمیدونم شهدا اون طرفن، مثلا امام خمینی اون طرف وایساده فلان و همان. بعد یکی اومده بود نوشته بود میگفتش که هاشمیش بس که اونجا چرا اونجا نیست. یکی دیگه اومده بود نوشته بود که هاشمی داره اکثر رو میگیره. خب اون جوششه شکل بگیره، این شوق و این عشق بیداد میکنه. جامعه که عاشق نیست، جامعه که شوق نداره، جامعه که شور نداره، مرده است. میمیره این جامعه. یه جامعه رباتیکه. ربات آهن سرده. نباید اجازه داد از جامعه شور و عشق و هیجان و انرژیش گرفته بشه. البته با شعور، البته با شعار. شعار یعنی هدف، شعور یعنی پلن رسیدن و شور یعنی انرژی رسیدن. تا الان هم اون چیزی که شیعه رو پیش برده عرض کردم 3 تا قطره است. قطره جوهر زحمت علما، قطره خون مجاهدینمون و قطره عشق. و نکته جالبترش اینه اونی که شیعه رو متفاوت کرده سومیه. و اینا بقیه ادیان هم خون دادن برای مذهبشون، کلی کتاب متاب هم نوشتن، اما اونی که ویژه کرده تشیع عشق، عشق، عشق. و عشق یعنی امام حسین. او حرارت تمام قلب هاست. میرسیم راجع به اون حرف خواهیم زد که اصلا ندبه یعنی چی. بعد میگه بریم النعیم المقیم، برسیم به اون نعمتی که اقامت بهش دادن دیگه. چون همه چی لا زوال لا و لازم حلال، همه چی مستهلک میشه. اونجا هیچ چی تموم نمیشه. ببین اصلا شما شروع هر نعمتی تو این دنیا یعنی پایانش. قضا هر به دادن یعنی تموم. با زیباترین آدم ازدواج کن پیر میشه. اونجا نه ته نداره، این لذت ته نداره، سیری نداره. لا مقطوعه ولا ممنوعه. نه قطع میشه نه چیزی منع میشی. اصلا ما آنچه که تو دنیا داریم لذت نیست به اون شکل. عموما لذت نیست، رفع علمه. علم یعنی درد. شما گرسنت میشه، اول گرسنه میشی، بعد غذا میخوری حالشو میبری. شما چیز اضافه تر اینجا نگرفتی، یه چاله ای رو پر کردی. چون اضافه تر بعد از همون بخوام به غذا بدم میشه شکنجه. تشنه یه لیوان آب، دو لیوان آب، سه لیوان آب، اضافه تری که شکنجه بود آب میدادن به زوری به یه نفر. اون طرف لذته، چاله نیست، کوهه، برآمده است. بعد رسیم به اون نکته مهم که امروز برسیم بتونیم بگیم خیلی خوبه، که اینجا فی اولیائه از اون شبکه ولایت پرده برداری بگیم میکنه، این راجعش توضیح میده. این مهمه و ما رو دعوت میکنه تو این شبکه خودمون رو رشد بدیم. این شبکه‌ای که دو تا ویژگی مهم داره، اینکه اینها خوبه نداشته بشید، دوستی و عشق و تبعیت مؤمنانه کنار همه. یعنی تو این شبکه مؤمن همدیگر دوست دارن. آه خدا وکیلی اینه با یه نفر یه حرم امام حسین میری برمیگردی دوستش داری، محبت بینتون به وجود اومده.
یه مراسم مشترک مذهبی شرکت میکنی، نسبت به اون افرادی که همونجا باید شرکت کردن بینتون علاقه است. تنها عشقیه که میدونی که عشق غیرت داره، بقیه را نمیده. حالا مثلا این طرف روی معشوقی داره میگه آی بیاید بیاید بیاید، همه رو دعوت میکنه. این تنها عشقی که همه رو دوست داری دعوت کنی، چون میدونی ازش کم نمیشه. جمع میکنی همه رو، حیه میری که بالا معزنه بایمسی داد میزنی، پاشید بیاید، پاشید بیاید، نماز بخونیم. من توش نیست، چون از جنس همون بهشتیه. تو اون لذت ها که رو زمین از جنس بهشت این بر به اون داده میشه، همین ولایت هست که شیرینیشو میچشی. آقا آخه چجوری ما امیرالمومنین ندیده عاشقش شدیم؟ او یکی آدم باید ببینه عاشقش بشه دیگه. نه عکسی ازش داریم، یه نه یه بار دیدیمش، مثلا یه نفر دیدمش واقعا انقدر حال کردم باش. چجوری یه نفر ندیده عاشق امام زمان میشه؟ اون کشش روحیه. اصلا ولایت پس چیه؟ یعنی تبعیتی که پادگانی نیست. پادگانی نیست، محبت توشه. این که اهل سنت ولایت و ولایت رو دوستی میگیرن، یک بخششو دارن میبینن. بله دوستی تو این شبکه فوران میکنه. تو این شبکه همه مراقب همن، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین مؤمنات، بعضهم اولیاء بعض. اینا بعضشون برای ولایت دارن، میگه کجا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بر مبنای چی مراقبم؟ برادر موزه باشین، چه کاری داری میکنه؟ همه مراقب همن و به هم محبت میکنن. تو جامعه ای که عرض کردم، جامعه ای که شیعه امیرالمومنینه، توش یتیم نباید بمونه، یتیم تو پرورشگاه نباید بمونه. مردم باید اصلا سر و کله بشکنن، برن خونه‌هاشون بزرگ کنن. مگه رسول الله اینطور نبود؟ دخترای حاله خواهرای خدیجه رو برداشت آورد بزرگ کرد. امیرالمومنین فرزندان ابوبکر رو آورد بزرگ کرد. از اونها چی ساخت؟ محمد ابن ابوبکر رحمت الله علیه برای امیرالمومنین به شهادت رسید. خوب اینو دقت بفرمایید. فرزند خلیفه اول بیار آورد بزرگ کرد. یتیم خونه کجا بوده؟ جامعه که پیرو امیرالمومنینه فقیر نباید داشته باشه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. زندانی مالی نباید داشته باشه. یعنی چی؟ یک نفر از اعضای همکیش ما تو زندون زنش چشم راه خاک تو سر ماها کنن که اون نمیتونه. ما باید همه هم پول جمع کنیم بیرون درش بیاریم. این اون جامعه ایه که میخواد بسازه دای ندبه. همش هم جمعه. متا ترانا و نراک، ما ببینیم هل من معین فاتیل و معه و العویل و البکا. آقا بیاد با هم دیگه گریه کنیم. یعنی جمع دعوت میکنه، به هم محبت میکنن، به هم عشق میبرزن، مراقب همن. و این محبت و کشش موجب شفاعت میشه. یعنی یه مؤمن وقتی میمیره باید 10,000 نفر بیان برای شفاعتش. والا از ائمش، از اولیا بالا سریش تا هم رده هاش خود بالاتر اینجا بیان، همه بگن اینو من میخوام شفاعتش. هوای همو دارن، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا. اصلشون دنیاست. در روایت داریم که یه نفر که میمیره وقتی جز بهشتی هاست، بهشت برزخی اول میره دیگه، وقتی وارد میشه اینا میان ارواح درگذشتگان قبلی میان سراغش، میگن که فلانی چه خبر، زنده است یا مرده است؟ میگه نه اون مرد. اینجا میزن تو سرشون. چرا؟ میگه این پیش ما نیامده، لابد رفته جهنم برزخی. ناراحتش میشن. تا همین تجربیات نزدیک به مرگم شما دیدید، میگه آقا وقتی مرده میبینه آقا 10 نفر اونور منتظر منن. گو اجداد من بوده، من نمیشناختمشون. اما اونجا میدونستم آقا جد ننم 55 توه منتظرته.
اون چه که باقی میمونه اینه، یعنی این رحم اصلی است. سلی ارحام شنیدید؟ اینه، یعنی رحم اصلی همینه، یعنی اهل بیت. وگرنه این پیمان ها، این قراردادی که بین من و شماست، اینا ژنتیکی، اینا همه از بمیره. یا اومه یا فر المرء من اخی، داداشت هم نمیشناسی، بابات هم نمیشناسی، مادر بچهشو نمیشناسه، حالا اینجا هی با به خاطر مادرت با بقیه دعوا کن، به خاطر داداشت با بقیه دعوا کن، نه که چیزا، یعنی منفیش. متوجه اون دنیا هیچ کدوم. اگر عشق و محبت و تبعیت کنار هم دیگه، یعنی اون ولایت در شما شکل گرفت، اون برای هم دیگه میشناسیم و موجب جفت شدن میشه شفاعت و شفع و الوتر. جفت تاق، شفع اصلا یعنی جفت. میگه یکی میاد کنار اون یکی، خود بالاتر دستشو میگیری میبرش بالا. محبت باید باشه، اساسا همه چیز با عشق میسر میشه. بنده عاشق دو تا چیز داره که خیلی مهمه، یکی ترس نداره، یکی غم نداره. آدمی که عاشقه از هیچ چی نمیترسه، آدمی که عاشقه غم نداره، البته نه عشق به دنیا. چرا؟ چون پسته این، چون از بین رونده است، حتما از بین میره. ول آخرت و یعقا خیرون و ابقا، این چون از بین میره این نابودت میکنه. دل بستن به این خریته. اما عشقی که شوره، انرژی مسیر به ما، مثلا بنزین و ماجرا عشقه. کسایی که خیلی اهل حساب کتابن، دو تا چهار تا اینا میمونن تو مسیر. بودن دیگه، بالاخره زمان ابو عبدالله هم همین گفتم ببین ما لیست بدهیامونو بریم بدیم. نه ببین، به نظرم الان امام حسین اینا داشتن فکر میکردن وهب نصرانی مسیحی زد به خط. میگو عاقل به عاقل کنار جوی تا پل میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. خب از کجا بریم؟ اینجا گوده، اینجا اومد بیرم زهار تو من رد شد رفت. زمان جنگش هم همینجوری بود. یه ده یه شبه راه 100 ساله رفتن، ایشم گفت بالاخره مملکت دکتر مهندسم میخواد دیگه. از این تحلیل ها میخواستیم بکنم، اولین کسی با تحلیل میکرد از عباس. حالا اما نام آوردن، من که دلم با امام حسینه، آقا هم فرمود که همه قتل ها این فردا، من اینو قبول کنم که زنده بمونم، بعدن میرم یه سپاه جمع میکنم. مختار کیه؟ من. مختار کیه؟ من. یه سپاه جمع کنم، یک پدری من از اینا بعدن در بیارم. ببین دوتا چهار تا، خدا وکیل منطقی نی؟ میخوای منطقی درش کنم؟ میتون. نه. اونجا میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بودش که امام حسین فرمود با جمع کنید برید. خاموش کرد. یک کلمه از حضرت عباس از شروع حرکت تا اینجا نمیشنوید. اینجا اعتراض میکنه. امروزیش کنم آقا جون دست شما درد نکنه، شما در مورد ما چی فکر کردی؟ حضرت عباس گریه میکنه وقتی برای نقش امان نامه میارن. میگه این در مورد من چی فکر کرد که جرأت کرد به من این تو این همه آدم اومد به من توصیه کرد؟ چی در من دید؟ چرا تونست طمع کنه به من؟ کجای کارو خراب کردم بد رفتم؟ عشق میخواد. اینا ذوب در ابا عبدالله بودن. و علی الارواح التي حلت بفنائك، اصلا حل شدن در تو. نفهم امام حسین نگاه میکردن. و می شنیدید که وقتی آقامون ظهور میفرمان تو مسجد کوفه سخنرانی دارن، همه جمعن. اینو چند بار گفتم، هر دفعه میگم کیف میکنیم. بعد میگه که مردم همه جمعن، حضرت سخنرانی میکنه، هیچ کی به سخنرانی گوش نمیده. اینجوری روایت که میرسید تعجب میکنی برای چی کنم؟ میگه همه دارن گریه میکنن محو چهرهشن. چرا؟ اون جامعه به تشنگی لازم رسیده. تو همین دعا میگه زمع، یا تشنه بشید، هنوز تشنه نشدید. خوب که تشنه شدید به گریه میافتید. اول بچه میگه آب بده بابا، بهش نمیدیم. پندقه میگه بابا آب میخوام، میخوره داد و بیداد میکنه. بعد دیگه به گریه زاری میافته.
همونه که یا بفهمید ندارید یا خدا میفهموندتون ندارید. سالک اینجا به یه مرحله میرسه که فقط جذبه معشوق کارو پیش میبره، نه گزاره‌های دیگه عقلانی. فرشته میگه که نماد عقل محضه. ببین یه جا پیامبر اونجا میرسه، جبریل میگه که آقا جون من دیگه جلوتر نمیتونم بیام، سدرت المنتها، من بیام میسوزم، اینجا فقط تو میتونی بری. اینجا پیامبر میفهمه رب زدنی تحیرن، خدا میشه حیرت هم بیشتر کنی، بیشتر شیدای تو باشم، میشه همینجور نگات کن. نقل شده که از این علما در مورد یکی از کتابایی که حالا برش اسم علامه حلی بوده، کی بوده، به یه مشکل خورده بود، هی درخواست میکرد که ایشون مثلا بیا تو خوابش بهش بگیر مثلا چیکار بود، خیلی رفت نمیاد، حالا خاطرم از کتون بالا، مهم نیست، دانه معنی بگیرد مرد عقل، حالا مسئله مهمه. رفت حرم امیرالمومنین نجف شکایت کرد، گفت من یک سال دارم ازش میخوام بلند بشه بیاد اینا. بعد دیدش به خوابش اومد، چطور یه برش گفتش که حالا این اینه، بله مثلا تو نقطه برداری مثلا به علمن شده بود نعلم، و مثلا بعد نقطه گذاشته بودن مثلا. بعد یه گفتش که آه چرا نایمدی، خیلی نامردی، برای چین کار؟ گفت من اینجا علافم بیکارم که تو بر من تو قوه قضاییه مثلا احزاریه بزنی من پاشم بیام، و چی باید به حرفتو گوش بدم؟ گفت مثلا چیکار داری میکنی اونجا که نمیای؟ گفت ما اینجا جذب چهره امیرالمومنین، گفت من اینجا علی دارم نگاه میکنم، پاشم بیام تو چی بگم؟ این عشق گزاره عقلانی جواب نمیده دیگه. عشق غم از دل میبره، عشق شادی میاره با خودش، این ویژگی محبته، نترسی میاره، شجاعت میاره. شما هم جنگ خودمون رو نگاه کنید، طرف لحظه شهادت که آقا میدونه سکرات و موت که بر آدم غالب میشه، شیطان میاد بالا سر آدم، خیلی همونجا رو چپه میکنه، میدونی که خیلی اونجا چپه داره جون میده، رفتن بالا سرش میگه آقا چطوری داره جون میده، تو همون حالت میگه که آقا این کمپوتایی که برای ما میارید جلاشو نکنید، برای من رب افتاده، شوخی داره میکنه لحظه مرگ، آقا این خیلی عجیبه، ما همچه ساده ازش نگذرید، ساده از این نگذرید برادر من. تصویری از این جانبازان جفباش قد شده مثل عروسک بغلش گرن داره میخنده، تصویر سرباز آمریکایی دارم بهش آمپول میزن عروسک بغل کرده. این نترسین ناشی از چی بود؟ آقا این کسی که سوریه رفتن بپرسید، میگو اگه پشت یه خاکریز محکم وای میستادن میگفتن اینا شیعن. غمی نداره، تمام وجودش شجاعت. تو کربلا هم همینه، میراوی نقل من نمیکنه در مورد ابو عبدالله، میگه با همون حالتش که دود میدید از تشنگی و همه چی دیگه، همه اومدن رفتن، اون مونده و آخرین نفره که دود میده، میگفت جوری به ما حمله میکرد، حالا چون اونوریا گفتن ببخشید من عذر میخوام از شما، میگفت مثل گرگی که به گله گوسفند میزنه، از این ور سپاه میزد تو از اونور در میاد، نصف میکرد، 30,000 نفر سپاه شکافته میشد وقتی میزد به خط. شما وقتی کربلا رو نگاه میکنیم میسن ویژگی اساسی کربلا که تو الان مونده حماسه است. بچه 12-13 سالش اینجا قاسم ابن حسن پهلمون سقط میگرده، دیگه بزرگترهاش که دیگه حضرت عباس و اینهان که هیچی دیگه نگیم. فکر کردی برای چی مردم 60 بار دیگه هم مختار بذاری نگاه میکنن؟ ها؟ حماسیه. چرا جومونگ بذاری نگاه میکنن؟ حماسیه. مثلا انسان شیفته حماسه است، ذاتش. این همه کتاب نوشتن، چرا شاهنامه انقدر عجیب غریب مونده؟ چون حماسیه. چرا حالتون از این کار فرهنگی که ساخته میشه توی مملکت به هم میخوره؟ چون حماسی نیست. چرا سلام فرمانده میگیره؟ چون حماسیه. ما با یه جماعتی مواجهیم
که فرق فرهنگی و فرنگی رو از هم نمیدونن. یک جایی هم چون نمیتونن مسئله رو تحلیل کنن، نمیتونن، عقلشون نمیکشه، قد و قواره اینو ندارن، حواله خدا میدن دیگه، هر چیزی نمیدونن. آدم اینجوری، چیزی که سر در نیاره میره یه جنی پیدا میکنه، یه چیزی ناپیدای پیدا میکنه میچسبونش به اون. میرفتن زیر درخت انجیر میخوابیدن، دیوکسید کربن میگرفت، خفه میشدن، میمردن، میگفتن جن کشتش. حالا جن بیکار فقط درخت انجیر بکشه، چیز درخت دیگه نمیره. نمیفهمید دیگه، حواله یه موجودی که غیبیه میده و ماسمال میکنه، آخه خیالم راست کار جناست. سعد ابن عباده خلافت آقایون رو قبول نکرد دیگه، دعوا شد، افتادن در چند وقت بعد سرش رو بیابون زده بودن، گردنش رو زده بودن، معلومه دیگه مخالفش رو کشتن، خیلی واضحه ترورش کردن. بعد شایعه کردن تو مدینه کار چی بوده؟ جن بوده. جن رفتن بیرون مدینه، فقط همین سعد ابن عباده رو زدن. این همه حالا میرفتن بیابون شطور میچروندن چیکار میکردن، کسی اونها کار نداشته، فقط همینم هم زدن کشتن. جن بی پدر چه شمشیری هم زده. بعد این حماسین از امام زمان داره سوینج، محبوب قلبش کشش داره، همین بچه اینجا دستشو میاره جلو سرش اینجوری سلام فرمانده، اصلا لذت میبره. من اینجا الان برسم سلام فرمانده نیست، اما سالها خواهد گذشت و این کلیپ ها میمونه، این فیلم ها میمونه، این بعد بفهمیم اون بره مردم میگه 20 سال دیگه 10 سال دیگه هم سخنی دارم سلام فرمانده دیگه چیشه. اینا رو متوجه نیستن. خدا دنبال اینه که ما غم نداشته باشیم، ما شاد باشیم. اصلا ایمان دنبال مؤمن صبح، اصلا مؤمن لبخند در لبش نمیفته، یا پیامبر لبخند در لبش نمیفته. امیرالمومنین به چی معروف بود؟ خلیفه دوم میگه من بعد خودم مستقیم نمیذارم خلیفه شه، چون تو خیلی شوخی، این همه مصیبت دیده، این همه بلا سرش آوردن، معروفه به شوخ بودن تو اون جامعه. تا طرف یه دو کلاس پاس میکنه، یه ضرب از ضربا میزنه و یه دکترا میگیره و مثلا این طرف اونم لیسانس میگیره و یه درجه مثلا سرداری میگیره، سرنگی میگیره، چی میشه، یه دکتر مثلا پزشک میشه و دیگه اصلا هیچی. سگرما تو هم بخندم دیسیپلینم میشکنه. این ببین این چه دیسیپلینه که آویزون اینه، نه آقا تو ترکیدی بابا، تو خیلی نابودی. من میبینم بعضی رو مثلا جلسات مشترک داریم بنده خدا، حالا یه اسم رسمی داره مثلا، حالا بعد میبینم یه کلاسی تریپ علمایی برمیداره، اصلا لحظه میکنه نخنده، قد دلم بالشون میسوزه، میگم تو شیعه امیرالمومنین نیستی، تو شیعه اون یکی، اون به بد اخلاقی معروف بود. معطلی تو. خدا چی میگه؟ میگه به تو ای بنده ما، و تو ای غرق گناه، و تو افتاده به چاه، و تو ای خسته را، باز هم سوی من آن، و تو دردانه من، از چه دل چرکین، نی نباشی غمگین، غیر من ریز و درشت گناه بنده چه کس میداند، من نپوشانم عیب چه کسی پوشاند، من ستار و لیوبم، من اگه نپوشانم پبر چه اسمم گوشتن غفار، یه چیز باید باشه که من ببخشم که بشم غفار. و تو ای کودک بازی گوشم، یعنی بازی گوشی کردی نه، در نخستین افسوس چشم بر هر گناهت پوشیدم، به جلال و جبروتم که تو را بخشیدم. اینجاست دیگر از درد و غم بند نترس، چون باد باش از سکون و سکن و سکته گذر، فریاد باش شیشه غم بشکن، جام مبارک باد باش، بنده عشق بمان، از دو جهان آزاد باش. یه سن به عزت زینب، یعنی چی دیدی وسط این همه خون و
میفهمن ما رأیت الله جمیل. شما تو زینب به بند بکشید احمقا، کسی بنده خداست اصلا به بند کشیده نمیشه که. من جز زیبایی ندیدم. دین یعنی شادی، یعنی فرح، یعنی زیبایی. این خوب به تو این شبکه ایست که اسم ولایت معروف. و گفتیم این مستلزم تبعیت، ما کسی که دوستش داریم ناخودآگاه ازش تبعیت میکنیم، شبیهش میشه، خندامون شبیه میشه، راه رفتنش شبیهش میشه. محبوب خدا شدن مستلزم تبعیت. اگه میخوای به عشق برتر برسی باید از معشوقه های کوچولو موچولوت بگذری و قربانیشون کنی، قشنگ باید به مذبح ببریش. حضرت عبدالله قشنگ گفت امان سامانی، میگرد علی اکبر میدان فرسته گفت چون دلم پیش تو گاهی پیش اوست، یه به حضرت علی اکبر گفت چون دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. و علی اکبر همی تو جلو چشم باید قربانی بشی. خیلی عجیبه. یا برو اونجا هر چی بخواد، یه عشق بیشتر نیست، اون عشق خداست و هر چیزی که خداییه. برای همین تو این جامعه مؤمنین اینا هم عاشق خدا هم عاشق همن. تبعیت میخوادش خدا. آقا این ساعت معشوق میگه که ببین ساعت 10 صبح باید بیایم، چشم، میای این لباس تنت کن، چشم. چجوری صبح یه بار مثلا به تو گفته که نمیدونم مثلا این مدل مو بهت میاد دیگه، میگه ول نمیکنه کلا همون مدل مو میچرخه، ریش بهت نمیاد میتراشه، ریش بهت میاد میذاره، اون شالت قشنگه اونجوری میکنه، شرط عشقینه، معشوق شرط میذاره. چی شده که وقتی خدا داره میگه این کارو کن گوش نمیکنیم؟ عشق نیست، معشوق اصلت اون نیست، با او هم محشور نمیشی، با اون یکی که واقعا دوستش داری محشور میشی. و این یعنی جهنم، چون اون چیز دیگه جز خدا فانیه. کل شیئا هالک الا وجهه. به چیز هلاک شدن یه چیز نامه توهمی قفلی زدی، مثل این دیوانه‌ای هستن مثلا با یه چیز حرف میزنن، همینجوری اعصابشون خورد با یکی دارن دعوا میکنن، میگه بابا بیا بریم کسی اینجا نیست، میگه نه این داره اینجوری میکنه. حکم خدا را بپذیریم با تمام توان بدون انقلت. بعضی های ما افکار باطل و خودساخته ای داریم که اینا بوته برامون، تابوهایی هم که امکان نداره بشکنیمشون. حکم خدا صریح میگه این کار کن. نه من نمیدونم این از کجا اومده اون از کجا اومده، این تو قرآن آیه داره، واقعا اومده این تو قرآن؟ دیدی شروع میکنن یا حدیثه، نه جون مادر تو الان هر چیزی که مثلا قبلا داشته انجام میدادی رفته قبلا چک کردی همه رو، همین یه دونه چرا اینجا اینجوری؟ کدوم مرد مثلا بره آقا واقعا 4 زن گرفتن تو قرآن اومده؟ مردا سوال نمیپرسن، زنا میپرسن. بعد به نفعشه چی بره بپرسه؟ اونا دنبال چیز دیگه. این تبعیت در مقابل معشوق میبینی چیکار میکنه؟ اتفاق عجیب میفته، این عشق رو بیشتر میکنه. گوش کنید، قول بگو. گفتیم این آیاتی که قول داره یعنی حواستون جمع کنید، حرف من خود، من مردم فهم میکنن حرف خود پیغمبر، یادشون میرفت واسطه رو که میدیدن یادشون میرفت، میگفت قول بگو، یادتون نره او داره میگه. قل ان کنتم، بگو اگر شما هستید، تحبون الله، اگه واقعا عاشق خدایید دوستش دارید، فتبعونی. شرط عشق چه؟ تبعیت هم کنید، حرفم گوش بدید. چی میشه اون موقع؟ باشه گوش میدیم. این وعده الهی، یحببکم الله، عشق هم میدازم تو دلتون. آر من این چی جوریه فلانی؟ بله نمیدونم چرا من نمیتونم مثلا عاشقانه نماز بخونم،
هنوزم عاشق خدا باشم، بعضی سرگذشت بعض عرفا رو میخونم، شهدا رو میخونم، اصلا قبطه میخورم. جنس این حس رو من ندارم. آبا این تبعیت خدا نکه، شرطش اینه، خودش تو آیش میگه، میگه تو چشم بگو. بعد و یغفر لکم ذنوبکم، میبخشم بعدش همه چیو. بیا رابطه رو عاشقانه کنیم. خدا پایسا میام یه رابطه رو عاشقانه کنیم، از همه چی حل میشه میره. والله غفور رحیم. ببین صفت چیش آورد بالا، غفور بودنش. میخوام ببخش. آیا کسی هست که عاشق شود؟ این اون رحمت ویژه هست دیگه، رحیمیه، که چطور اونجا در تبعیت به وجود میاد. یه شاگرد رو نگاه کنید که معلم کدوم شاگرد بیشتر دوست داره؟ اون که تبعیت بیشتر میکنه، اون مهارت های لازم رو در خودش به وجود میاره، درس رو میره بخونه. قیافه برای معلم مهمه. اساساً جهنم یعنی غم، یعنی ترس، یعنی توقفگاه، یعنی حسرت، یعنی رکود و یک جا ماندن، یعنی رشد نکردن، یعنی آزاد نبودن. جهنم یعنی اینه. حقیقت جهنم مجموع همین واژگانی است و مفاهیمی که پشت این واژگان پنهانن، یعنی این. یه مثال براتون میزنم، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، فوق العاده است. شما فرض بکنید یک نفری روی تخت افتاده، بنده خدا افتاده رو تخت، نه چشاش میبینه، گوشو به سختی میشنوه، دهنش کلن اکار افتاده، گوارشش هیچی نمیتونه بخوره، دست و پاش جمع شده نمیتونه تکون بده. ببین چی دارم میگم، جمع همینطوری روی تخت به بغل اینجوری افتاده، یه سرم بهش وصله، با همون زنده است، چشش هم کوره، نمیده. چند وقته همینجور افتاده، چند ماهه، امیدی هم نیست خوب بشه. به شما میگم براش دعا کن، چه دعایی میکنی؟ بگید. نه آوارش، میگه خدا مرگشو برس. ما داشتیم ما دروازه گرامجه مریض شدیم، گفتیم خدا راحتش کن، درسته؟ ببخشید یه دقیقه صبر کنید، این حالتی که من گفتم قبلا تو رحم مادر همین بوده، چشمو نمیدیده، از دهن هیچی نمیخوردی، دست و پا تو بند، گوش ضعیف، یه صدای بیرون میشنوه، ظلمات چشم چیزی رو نمیبینه، به جاش یه بند سرم بد وصله، بند ناف. خوب دقت کن، آنچه که در دنیای قبل زندگی محسوب میشد در دنیای بعد نامش جهنم است. یعنی تو همین باشی اون دنیا از آتیش میسوزی، همین باشی، همین داری زندگی میکنی، اصلا اشغال داری میکنی، میسوزی اون دنیا. چرا؟ چون بهت نشون میدن بقیه رو که دارن میدونن، اصلا میدونی که روایت داریم، قرآن هم داریم که اشاره میکنی، این هم دیگر میبینن. یعنی تو بیشتر میبینی و میسوزی. یعنی آتش اصلا جهنم یعنی رکود، یعنی تو اصلا رشد پیدا نکردی، تو موندی، متوقف موندی تو مرحله قبل، یعنی تو بند بودن. الان شما رو بکنن تو یک کیسه ای، درشو ببندن بهش بگن ببین نمیبینی، خیالت راحت باشی، اس بند سرم بیاد بس، خفه میشیم. یکی بگن پدرشو در بیارن میندازن زندان انفرادی، که حتما از محیط رحم بهتره، حتما بهتر، دیوونه میشه. الان کسی که بازجوییشون میکنم فکرم چیکارشو میکنن، دو روز میندازن دو نفر دیگه، میگه آقا بیا همه چی میگم، خود طرف میاد میگه ببین آنچه که تو اون دنیای قبلی یعنی دنیای دوره جنینی عالی بود واسه خودش، یه زندگی خیلی خوب و اینجور چیزا، اونجاست که تو به دنیا میای مهر مادری تازه قبلش میدونی یکی هر نمیدونی این چیه. ببین نسبت اون جنین با مادرش چیه؟ یه صدای قلبی رو همش میشنوه، توپ 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 توپ، هیچی، همین. و نمیدونم که این روزی داره به واسطه او میرسه، نمیدونه دیگه، نمیدونه خون مادرش داره ارتزاق میکنه. وقتی به دنیا میاد این مادر بغلش میکنه،
میبوسش، جون میده براش، دوستش داره. حالا میگه فاصله بگیر. آی این بچه جیغ و داد میزنه، مادر رو داره میگیره. آی جزا و وزع میکنه. من یه وقت نگه فلانی گفت آقا رایفون منکر آتش جهنم اون جزا. نه میمونه اصلا ولش کن. همین دنیا رو اونور بده. برای همین بعضی از این عرفای حرفایی میزدن چیزا میگفتن، گفتن آقا من مردم جهنم اهل جهنم مثلا دیدم در غرق در عیش و نوش و این چیزا. خب بگی که با منظور همین دنیا. این دنیا بیچاره ای. چون اصلا قابل مقایسه نیستش. بدترین عذاب اینی که شما به اشتیار میبینی و یوم الحسره. آی حسره میگه میشه برگردم؟ به همش میگه نه دیگه تموم شد. ان الله عز و جل خلق، خلق کرد ملکش را، ملک او علام سال ملکوته. میگه ببین همونه این و کپی زده، مثال همونه، متوجه اید؟ ملکوتش اینجا ملک، یعنی زمین، ملک یعنی زمین، این فیزیک، این جس، جنس، جرم، این آورد پایین، همون مدل، منتها نسبت رو فرق میکنه، نسبت رو فرق میکنه. آه اون مثلا لذتی که اونجا هست با اینجا قابل مقایسه نیست، نسبتش رو نمیدونیم چقدر، اما حتما نسبت داره، اینو بدونید، حتما نسبت داره، اما نمیدونیم چقدره. لیلة القدر خیر من الف، نمیگه شب قدر معادل هزار شبه ها، هزار ماهه، میگه خیرون، میگه چیه؟ بهتره. چقدر بهتره بازم نمیدونیم. هزار ماه برای چی گفت؟ هزار ماه میشه چند سال؟ 80. 80 سال یعنی عمر عرفی. میگه ببین یه لیلت القدر کل عمرت بهتر، آقا چی بگم به تو؟ تازه اون خیلی بیشترش، شاید اصلا 80,000 ساله، نمیدونم چقدر. خیر صفت تفسیریشه دیگه، نمیدونم چقدر. میخوای ببینی اون طرف چی میشه؟ ها؟ باشه فقط ضرب در نسبت کن ببین همین طرف چه خبره. این دنیا همش تو غمی؟ خدا به دادت برسون. میشینی پا میشه افسردگی میگیردت؟ چرا باید تو افسرده بشی؟ مگه تو صاحب نداری؟ مگه اعتقاد نداری الخیر و فی ما بقا؟ چرا باید افسرده بشی؟ باور است دیگه، ایمانه، نه حرف. یؤمنون بالغیب، میگه به ندیده ها ایمان میارن. آقا شما ایمان دارید که اینجا یک میز هست؟ میان بلی آری داری میبینی دیگه. آقا ایمان داری توی اتاق پشتی مثلا یه دونه از میگه آقا ما ندیدیم والا نمیتونیم تایید کنیم. این ویژه کسانی است که ندیده عاشق میشن و امام هم فی حجاب، امامشون پشت حجاب هاست و ندیده سر صبح براش بلند میشن میان گریه میکنن ندیدنش. کلی حرف و حدیث هست یه جایی، آقا به دنیا اومده نیومده چه جوریه فلان و بهمانه، این میاد گریه میکنه براش. برای گریه خیلی مهمه، گریه یعنی باور. چیزی که دوست داره رد دست میده گریه میکنه دیگه. این کاغذه بود دستت بود، این کارت کشیده بودی مثلا دستگاه پوز بدین کار کوچ، کارت کوچ کاغذ مثلا 5000 تومان رفتی خرید کردی، این افتاد تو جو جهنم، که افتاد تو جو. اون چکه بود 5 میلیارد تومان بود، اینا افتاد تو جو، میره لیس میزنه کف جوبو. اونجا گریه زاری و جزا و فزا و ندبه و گریه زاری داره. این دعا من و شما رشد میده به یه مرحله میرسونه یهوی گریه میکنیم، چون میفهمیم چی نداریم. میفهم اصل نعمت یعنی الحمدلله برای چی فی اولیاک، که خاک بر سر ما چرا دستمون از امام معصوم کوتاهه؟ چرا من نباید علی برم داشته باشم، برم تو مسجد کوفه برم ببینمش، سوال ازش بپرسم این جامعه چیکار کرده؟ چرا این جامعه اینقدر ضد محبت شد؟ گفتیم پس
این شبکه ولایت تبعیت توش داره، چون تبعیت داره محبت جوشش میکنه. این آدم میپذیره، میگه خدایا من برخلاف میل باطنی واقعا این کار، اما حکم توه. چشم، حالا یه دقیقه نگاه کن، حکم خداست، اینجوری نچرخ. ببین چقدر انگلت میاد، میگه خدا دوست دارم اما میخوام اینجوری هم بچرخ. یه دروغ میگی، تو منو دوست نداری، تو اینایی که تو خیابون دارن میبینن تو دوست داری، با همونا محشور میشی. قاعدمه، با همونا محشور میشی. تو و اون چشم ها، تو با این چشم ها، تو با همونا محشور میشی. و اینو من که گفتم، من حرفمو زدم، با این بچرخ با اون نچرخ، اینجوری بچرخ اونجوری نچرخ، این قلتاشو میشه. واقعا هست آیه داره تو قرآن؟ کجاشه؟ بیارید ببین بحث کنید. منظور از این لفظ یعنی چی؟ میره میگرده یه جا و یه حرف شازی و شز و ندری رو پیدا میکنه و همجرد میگه نگاه کن یکی بوده گفته این مثلا عرق نجس نیست بخوریم. حالا آقا یعنی چی؟ خب اون دنیا هم که شراب میدن، اینجا هم بریم بزنیم دیگه. خودش گفته تو بهشتش، حالا ما اینجا زودتر شروع کنیم، آمادگی داشته باشیم، معده‌مون با هم نریزه. نه تو میخوام کارو بکنی دیگه، حالا چرا خدا میگه چرا به من میبندی؟ برو بکن دیگه. نگید رایفو بگو برو، دیوونه ها الان فردا میگن رایفو دستور داده شرب خمر عمومی داد. به خدا نچسبون. الحمدلله رب العالمین. چقدر گذشت از عرایزم؟ 52 دقیقه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه آله و سلم تسلیم آل محمد و عجل فرج. اللهم لک الحمد علی ما جرا به قضاء فی اولیاء الذین استخلصتهم لنفسک بدین. خدا شکرت سر این بلایی که سر اولیاء آوردی. عجب. خدا شکرت کربلا درست کردی. خدا شکرت ماجرای کوچه پیش اومد. خدا شکرت ماجرای امام حسن پیش اومد. این قضا دیگه. بهی قضا اک فی اولیاء اک. از اخترت اللهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، که اون بهشت آن چنانیه، اون اقامتگاه دائم امیدی که لا زوال له و لازم هلال، بعد ان شرطت علیهم الزحف فی درجات آزد دنیا دنیا. میگه اون اولیا تو دیده اون بالا، اون تاپ لیولن، اون بالای بالا، اون های لیولن دارن میدرخشن، میخوای اونجوری بشی؟ میخوای پیششون باشی؟ میخوای تو هم به مقام محمود برسی؟ یه شرط بیشتر نداره، اصلا دوتا شرط هم نمیخواد، فقط یه شرط. با شرطش چه؟ از زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه. عجب. من راجع به زهد توش سخنرانی چیز صحبت کردم قبلا، سخنرانی شرح جنود عقل و جهل. خب اگه میتونید اونو برید اونجا گوش کنید، که اینجا ببینید چرا این یه بار که تفسیر بشه، شرح داده بشه، شما دیگه از بعد دانلود برای میخونی اینا بارگذاری میشه، میفهمی عجب این حمد برای چیه، این برای چیه، این خیلی خوبه. یه بار گوش میکنین. فی درجات حاز دنیا دنیا، یعنی ای مؤمنین در هر کدام از این درجات این دنیای پست و کثیف هستید باید زهد به خرج بدید. معصوم فرمود از دنیا دنیا آن، میگه ما دو تا دنیا داریم، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. گویا دنیا دنیای بلاغه، دنیایی که تو اون آخرت تو میسازی، یعنی دنیا جاییه که آخرت رو میسازی. بنده ناف چیزی که باهاش ویتامین میگیری، غذا میگیری، دست و پاتو رشد میدی، چش و چالتو رشد میدی، پنج تا حس در خود به وجود میاری که تو دنیای بعدی حال کنی، بدوی، بچشی، بچرخی. یا این دنیا دنیا بلاغه، یعنی تو رو به بلوغ میرسونه، یا دنیا ملعونه که آخرت تو باش نابود میکنی. آی حسرت داره تو اینجوری. روح انسان صاف پاک، هی تأثیر و تأثیر داره، هی ضمیرش نقش میگیره، نقش میگیره، نقش میگیره، تکرار میکنه، میشه ملکه، ملکه ذهنش میشه. با چی محشور میشه؟ با همون. یعنی کسی که حسوده همینجا جهنمشه،
جهنم با خودش از اینجا میبره، آی میسوزه اون طرف. حسود نباش. چرا این برای داداشش رفت اینو اینجا گرفت، برای داداش من نگرفت؟ بیچاره. ببین میگه اصلا نباید برات مهم باشه. زهد من بخوام ساده ترجمه کنم، میگه پیامبر فرمود لا تختعن نکم، خودعه بهتون نزنه، کلا سرتون نزنه. دنیا اصلا شخصیت داره تو ربات اهل بیت. ما دیدی دنیای مکاره، دنیا انگار موجود هویت داره که داره فکر میکنه، حرف میزنه، فتنه میکنه، ها، نقشه میکشه. برای اینکه ما بتونیم خوب تصورش کنیم اینجوری به ما جاندارش کردن. برای ما یه وقت این دنیا زخارف دنیا شما لا تختعنکم زخارف الدنیا الدنیه ان مراتب جنات علیه. یون جنات نکشیدتون پایینا، کلا برداره نه پولتو بلند کنه ببره. کلا برداری و دزدی فرقش تونی که دزد میزنه و در میره، کلا بردار خودت دو دستی بهش میدی. میگیم کلا برداره، دزد نیست، خودت دو دستی تقدیمش میکنی. با چی؟ با زخارف. زخرف یعنی آبتلا، نه خود طلا. مزخرف یعنی چیزی که ظاهر قشنگ داره. پس اگه قرار از مرحله قبل آزاد بشی بری مرحله بعد، از اینجا میخوام بریم پشتمون، با چی میریم؟ با راپله، درسته؟ درجات حاضه دنیا دنیه، پشتمون آخرته. این کفم کف دنیا، پس دنیا. حالا کدوم آدم عاقلی میگه آقا من یه اقامتگاه خوب پیدا کنم؟ کجا؟ پله چهارم. همینجا دیگه انشالله میشینیم و دراز میکشیم و خونمونو میسازیم و میرو پله نردمون. خوشی؟ حال خوبه؟ خلی نشدی؟ قاطی نکردی؟ میگه نه خیلی خوبه. را پله پله پنجم. قشنگ 50 سانت در 20 سانت. خوبه؟ عمودی میشه خوابید. به همینه. میگه بابا ول کنی فیضان آدهتون ول از سلات بیاید. بعدش وقتی انجام شد فنتش رو فل ارز و کل زمین مال شما و ابتقو من فضل الله و لا خیر و رازقین. ول کن و لامصب تا پله سوم ول پله نکن، تو پله چهارم نمیری، تا چهارم ولن. حالا آدم ها چه؟ پله اول رد میکنن، دوم زارت میمونن میزان همونجا تبدیل شد زایشگاهشون، بالاتر نمیتونن برن. میگه بیا بالا، این درجات پست. بابا این کثافت دنیا تو شافازلا، بیا بیرون چه حالید نمیشه. میگه نه بوی خوبی. میگه پشیمون میشی یا معلوم نیست من این جمعی که اینجاست معلوم نیست کدوم فرد زنده باشه. یکی به اینجا حضرت عباس قسم بخوره سور قرآن، میگه قطعا من زنده اونم، جرات نمیکنم الان که خول باشه. یه معلوم نیست، ما اصلا نمیدونیم. به ما یه چقدر چند سالته؟ میگه من 20 سال 30 سال. چقدر عمر کردی؟ چقدر عمر داری؟ ما همش اشتباه میگیم، میگیم 20 سال عمر دارم. نه خیر، عمر اون چیزی که مونده است. معلوم نیست تو 20 سال یک سال میخوای زندگی کنی، 20 سال 6 ماه میخوای زندگی کنی، 20 سال 10 سال میخوای زندگی. تو نمیدونی چقدر عمر داری. پله چندم این دنیایی؟ تو ماشین گیر کردی یا تو بچه یا تو چی؟ یا تو صحبت‌های مادر زن و نمیدونم خواهرشوهر و نمیدونم یه مزخرفاتی از این جنس. میگه به خدا دلم بالت میسوزه، این آیه این قرآن داری جهنم با خودت میبری. نمیفهمم. مگه میشه مربی برای متربی، برای کسی که داره تربیتش میکنه محدودش نکنه؟ میشه؟ معلومه. معلومه محدودش میکنه. یه بدنساز مربی چی بهش میگه؟ یه لب به کربوهیدرات ها نمیزنی، فعلا فقط پروتئین. من بوده با این بدنساز رفتم رستوران، خدا شاهده، برای جوجه کباب بودن برنج کنی، فقط جوجه رو بودن با دستمال کاغذ اینجا میکشید روی جوجه کباب. گفتم چی؟ این آخرش یه دونه اینجوری روغن میزنن، من اونو میخوام بگیرم. من بی خیال بابا، حالا بغل دستی اون سریون کره رو با کرد شوخ میام زد و آره جلو چش این نگاه میکنم جوجه کباب میخورد. حالا می خوبه سفیده تخم انقدر بهت میدن که دیگه بالا میاری. مربی ازت خواستم. میشه مربی محدود نکن آدمو.
مربی یه جای راه بدنشون میده، چاه بدنشون میده. اصلا همینه دیگه، میگه اگه کلا قرار بود همه جا راه باشه که اصلا یه چاهی هست که راهی هم هست. ما در واقع اینجا الان چند روز پیش کلیپ دیدم، خانم بازیگری تو این برنامه تلویزیون شرکت کرده بود، یه تارموش بیرون نبود، یه کلاهی سرش گذاشته تا اینجا، پرسید چه، گفت کارگردان گفته رنگ موهات نمیخوام لو بره، گریمت لو بره. بله خب مربیشه دیگه، کارگردان میتونه بگه یه تار مود بیرون نباشه، خدا نمیتونه. پس ما تو این مسیر باید خالص بشیم از اون بخشایی که مانع رشدمونه، و الا کسی با لذت بردن تو این دنیا مشکلی بگید نداره، میگه لذت نگیردت، خند بخند، خنده ثواب داره، اصلا تو مذهب ما خندیدن ثواب داره، ثواب میبری، خندیدن خندوندن ثواب داره، شوخی خوب ثواب داره، سیره اماممونه، کسی فسیر و فلرز برید بچرخ گل دنیا رو ببینید، کلوبش رو بو بخورید و بیاشه، ما تو آدم باشید الا تصرفو اینجوری نمیشه بشینیم مثل گرگا، دیگه گرگا میزن به یه گله، یه گوسفند نصف یه رونه گوسفند میخوان سیر میشن بابا، صد تا گوسفند رو خفه میکنه یه دونش رو میخوره، مرض داره، بعضی گرگ صفتن، الذی جمع مالا و عدده، هی جمع میکنه زیاد میکنه، میخواد چیکار، کلکسیونری مگه، چند تا این خونه رو میخواد به گور ببری، همینجوری میسازه. همین چند روز پیش یه بنده خدا در مورد کارخونه دار با من صحبت کرد که ماهی چی سالی 107 بله ماهی 170 میلیارد تومان درآمدشه، ماهی 170 میلیارد. بعد میگفت بهش گفتم بیا تو فلان منطقه مشهد فقیر هست بیا میریم اونجا فلان کنیم، بالا پایین کشتمش دیدم 70 میلیون تومان پول داده، ماهی 170 میلیارد درآمدشه. بعد میگفت داشته برام توضیح میداد، میگفت رفتم خونه خدا، گفتم خدا من هیچ چی از تو نمیخوام، منو پولدار کن. من گفتم بیا بگیر، با همونا محشور میشی، یعنی اون دنیا محشور میشی در حالی که بند دلت به میلیون ها کاغذ پول بسته شده، حالا بیا دونه دونه این قفلا رو واکن بشین، اصلا فکر کن کلیدش هم دم دست، هوا هم خوب زیر کولر گازی چه نیست، بیچاره هستی. که امام حسن مجتبی دو مرتبه کل ثروتش رو بخشید، سه مرتبه نصف ثروتش رو کلا وقف کرد، صفر شد دوبار. شما امانت دارم باید بدم اینا رو بره. بعد همینو چند روز پیش من جایی داشتم میگفتم، یه بنده خدایی گفتش که نه نمیشه که، من چجوری اینجوری میشه اونجوری میشه، گفتم منم عامل به این نیستم الزاماً، اما میخوام بگم این خطه، اون فاصله سالهای نوری فاصله داریم، فی اولیا کلذین استخلصهم لدینک، برای این اون انتخاب شده. پس زهد یعنی نمیگه نخند، نمیگه لذت نبر، نمیگه نخور نگرد، میگه گیرش نمون، این محبوبت نشه، ماشینت محبوبت نشه، معشوق اصلی خداست. اساساً هر چی خدایی تر بشه، ببین محبتش به خدا بیشتر بشه، خدا محبتش بیشتر بشه، به خلق بیشتر محبت میکنه. شما برید اهل بیت رو نگاه کنید، کی به اندازه اینا رو، اگر شما اهل بیت رو از تاریخ اسلام حذف کنید جز گند و کثافت، هیچی نداره بیارید برام، هیچی نه، این اونو کشته و اون تجاوز کرده، اون حمله کرده، این حکومت از اون گرفت، جز این چیه، چی داره آقا؟ مثلا من عباسیان رو برم چی شو، مثلا بنی امیه رو هم چی شو نگاه کنم، یا با بقیه فعلا کار ندارم. شما اهل بیت رو حذف کن، از غذا تاریخ چیا رو جلسه قبل گفتیم، وقتی میخواد توضیح بده همچه شعار رو میگه، دیدی دایناد به برعکسه، از خود خدا پیغمبر اولیا خدا، بعد حضرت آدم همینجوری شروع میکنه، حضرت میاد با این حضرت ابراهیم، کی کی کی، چیز نداره که، محبتش به خلق خود میشه. مثال زدم دیروز برای یکی، دو نفر دارن با هم حرف میزنن، یا این نفر سوم میاد آدرس میپرسه، دو نفر با هم برمیگردن کمکش میکنن، آدرسش پیدا میشه، میره سر نماز وایستادی، عاشق و معشوق با هم مکالمه دارن، خب
یهویی یه گدایی میاد اونجا. خدا میگه علی بندم. علی میگه خدا بندت. متوجه شدی؟ دهد از کرم گدارا. مانع نیست. از قضا کسی که خداییه عشقش بیشتر میشه. قال رسول الله. میفرماد که کلم از داد العبد و ایمانن. گوش کنید آقایون. میگه وقتی ایمان یه عبد زیاد میشه چی میشه؟ زاد حبن لنسا. محبتش به زنش بیشتر میشه. واقعا هم همین جوریه. مؤمن همسرش بیشتر دوست داره. چون اهل ظلم کردن دوستش دیگه دنه به یه جایی هم میرسونه دیگه دینو خواهد بتره که. بازم میگه خب یه خدایی داره. حق و ناسی هست. نامردی نکنم. هواشو داشته باشم. نه اگر این نمی بود طلاق داده بود. پس اگر روز به روز یه نفر ایمان اون حب حقیقی رو بفهمه کجاست؟ برای همین دقت بکنید میبینی مارمزونا زن و شوهرها مهربون ترن با هم چون حبشون به خدا بیشتر شد. محرما مهربون ترن. چه اتفاق؟ چرا هرچی خدایی تر میشن مهربون تر میشن؟ این ویژگی این محبته. کل من اشتد لنا حبن. میگه هر کسی محبتش به ما اهل بیت بیشتر بشه گوش کن اشتدت لنساء حبن. محبتش به همسرش باید بیشتر میشه. هرچی این محبت عمیق‌تر بشه اون طرف هم عمیق‌تر میشه. من یکی از انتقاداتی که دارم به جلسات دهه محرممون اینه که یک شب باید ویژه حضرت رباب باشه. این شبها رو هر کدوم به عزیزی منتسب میکنن. خب حتما یک شب باید بر حضرت رباب باشه. چون ایشون رابطی که با امام حسین داره. ما حضرت زینب رو میاریم. نقل میکنیم. حضرت عباس همینطور. طفلان مسلم اونم چی و همینجور داریم دیگه. ها؟ یه شب بر حضرت رباب باشه. میگه بعد اون زیر سایبون نمیشست. این هم زیر آفتاب. بابا تو فکر کنی شوهری مثل امام حسین داشته باشی؟ میشه فراموشش کنی؟ ببین توصیه شده بعد از مرگ همسر ازدواج کنید. زندگی نباید برای تو تموم بشه. اما من خودم همسر شهید میشستم بچه ها رفته بودن. مستند ازش تهیه کنن هست فیلمشون. بعد برگشت گفت تو کلیپ برمیگرم یه چه ازدواج نکردی بعدش میگه اینجا یه نگاه میکنه با حسرت به عکس همسرش که شهید شده میگه شما یه مرد دیگه مثل اینجوری برام پیدا کن باشه من میرم شوهر میکنم. میگه زیر آفتاب یه سالم بیشتر دوام نیاورد دیگه. چرا نباید ما اینجا بیم؟ بچه تو بردارن ببرن. ابو عبدالله بچه رو برداشت برد حضرت علی اصغر رو دیگه برنگردون دیگه. مادر یعنی هر زن باشه چیزی میگه. یه چیزی میگه. میگه چی شد بچه‌م؟ رفتی سیرابش کنی که؟ شما این پیامبر خدا وکیلی چطور با همسرش برخورد میکرد؟ با کیا؟ یه وا نکنیم بحثو. با کیا؟ اگر یعنی اصلا عشق این عشق موتور محرک هستیه. این حبه برای چه حل دین الا الحب والبغض. آقا مگه دین جز حب و بغضه؟ میگه از من دلبری میکنه امام حسین. و تو این مسیر ولایت اون ولی الله العظم که معصومه تا این کسایی که دور نسبت به همین ها محبت به وجود بیاد. اصلا این عشق باعث میشه تو به تبعیت بیفتی با سرعت نور مسیر رو که 100 سال نمیتونستی بری و بری. با سرعت نور کسی که عرفا و سالکین مثلا 100 سال 50 سال 60 سال وقت میذارن تو یه ماه میری. چرا؟ چون تبعیت محضی.
حالا کی معشوقت باشه؟ معشوقی که حتما حرفی داره میزنه، مطمئنی حرف چیه؟ بگید. درسته، معروفه، معروفه، و چیزی که میگه انجام نده منکره، انقلت نداره، چشم. این ازت دستگیری میکنه میبره. از راه رسید حضرت صادق فرمود بپر تو تنور. گیوای پرید تو تنور، آتیش هم روشن بود. این یارو از خراسان اومد، آقا 200,000 نفر آدم در 200,000 نفر واقعا حکومت میشد عوض کرد. خب میگه آقا 200,000 تا سرباز داریم تمامه. حتما نه بابا اینجوری نیستن و فلان. گفت نه اصلا شما بگی جون بدن تو امیر هارون مکی اومد. حضرت فرمود بپر تو تنور، با کله رفت درم گذاشت حضرت. این دیگه تا آخر میگه حضرت خب فرمود دیگه خراسان چه خبر میفرمودی؟ گوه اون تو، اون توه. گوه شما اون کار نداشته باشه میفرمودید؟ بله. چه خبر خراسان؟ آب هوا چطوره؟ در و بردش ساله اومد بیرون، گفت یه 4 تا مسلم به ما نشون بده، قیام بر ما واجبه. یه 4 تا عباس داشته باشم ببین چی کار میکنم. امیرالمومنین میفهمد من اگه جای این عقیل جعفر داداشم زنده بود، جای این عباس حمزه زنده بود، قیام میکردم. دو نفر یه حرف میزنن بگی چشم، این قلت نیاره، تمام. نیست. حالا اگر بین این دوتا عشق منافات دیدی، ببین اونجا کدوم اولاست؟ خدا. این میشه همون سوره آیه معروفی که بارها بهش اشاره میکنم تو عرایزم. قل ان کان، بگو اگه آباؤکم باباتون، ابناؤکم بچهاتون، اخوانکم خوار برادراتون، یعنی درست برادرادم منظور عامه، ازواجکم همسرانتون، عشیرتکم فک و فامیلاتون، ترک و فارسیتون، و اموال و اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، ماشینه، لپتاپه، تجارتون تخشاونه کسادها، بیزینسی که ممکنه الان کساد بشه، بورس، دلار، ترید داری میکنی، کاری میکنی دیگه، و مساکن و ترزونه ها، خونه ای که دیگه با 5 سال طول کشیده بسازی، تیراهن گذاشتی، بی سیمان آوردی، آخر رفتی بالا و دوستش هم داری، رضایت داری، ایزی شلواری پاد میکنی توش میشینی، میگه هیچ جا خونه آدم نمیشه، سردرش هم میزنی حاضر من فضل ربی. اون احب الیکم، اگه محبوب تره. وقتی میفهم احب یعنی اینا محبوبن، محبوب تر، میگه این که بچه تو دوستش طبیعیه. میگه اگر اینا محبوب تر از چی؟ خدا، رسول و جهاد. من الله و رسول و جهاد فی سبیله، فتربصوا حتی یأت الله بأمره و لا یهد القوم الفاسقین. فاسقی بیچاره اون دنیا، چون با همینا محشور میشی. آی اون دنیا گیره این ماشینه ای. همین دوان تو یه ماشینه رو بهت قفل و زنجیر کردن، میگم بکش تام بدو تو اون گرما و آتش و گشنگی، بدو اینم بوکسل کن بره. یه فرشته هم میذاره اونجا یه دائم بذاره تو دنده تو روز دستی هم بکشه. بکش اینو ببر. حالا امام حسین دیدیم دیگه، انکان آبا کن، پدر شهید، ابنا کن، بچه ها شهید، اخوان کن، داداش ها شهید، ازواج کن، به اسارت رفتن، عشیره‌ای که بهش پشت کرده و ولشون کرده، اموالی که رهات کرده، تجارتی که نداشته، خونه‌ای که انداخت گذاشت اومد، دیدی؟ مبنا حسین ابن علیه. من نمیدونم برادران مسلمان ما این آیه رو میخونن جز امام حسین کسی دیگه کیو میخوان بیارن؟ یه دونه مثال نه جون من، یه دونه دیگه بیار این شکلی. بعد میری سراغ یه کسی دیگه، چه جوری جواب همین خدا، جواب خدا به بابت همین یه آیه میدی؟ زهد حرکت بس بین این دو مسیره، این گارد ریل. چی؟ اگه دادن خوشحال نشو، اگه گرفتن بگو تمام، اما بهره ببر. عاشق زن و بچت باش، عاشق مردم باش. کسی که عاشقی یه نفر، الان بچت به تو بدی نمیکنه؟ میکنه دیگه، اذیت میکنه، عاشقشی میگذری از خطاش، یه ببخشید میگه میگذری. خیلی وقتا ببخشید نگفته، آقا من میگه بچه خودم اذیت میکنم، میذارمش تو اتاق در میبندم، برو به کارهای بدت فکر کن. فقط داد میزنه، به کار بعدی دیگه فکر نمیکنه، پشت در بابا داد بیاد. اصلا اون یه دقیقه که اون یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اون یه دقیقه قلبم داره تاپ تاپ میزنه.
میام به مامانش میگم بیا تو یه چیزی بگو واسطه شو سری شفاعت کن، من اینجا زایست پررو هم میشه همینجوری بیاد بیرون. بعدن بزرگ میشه اینا رو میشنوه و دیگه هیچ دیگه دستمون رو میشه. خب آره میاد میگه که ببین دیگه بابا تو این دفعه من راضیش کردم بیا بیرون آدم باش. ها همونجا دلت داره دنبال بهانه ببخشی. بچه رو تو جامعهمون اینجوری نیست، کسی کسی رو نمیبخشه. چرا بدترین حرفا رو این شبکه ولایی نیست، برای همین به امام زمان نمیرسیم. نمیرسیم. محبت حضرت ساری و جاری دروغه. یعنی و الا اصلا من فقط همین بگم این محب امیرالمومنینه. این آدم هیئت بروه. تمام. تمام. تمام همین. اجازه بدم کسی پشت سرش حرف بزنه؟ اجازه بدم کسی تخریبش کنه؟ ولو به من نوعیم ظلم کنه. به من ظلم کرده. اصلا خوب کاری کرده. محب اهل بیت و امام حسینی ها. این ساری و جاری باشه. یه خاک تو سر من یه آدم امام حسینی ها. امروز گیر افتاده یه جایی. هشتش گیر و نوعشه. این تربیت از ما گرفته شده که امروز ما نیازمندیم یه بانکی باشه وام بده. یه یتیم خونه باشه بچه رو بزرگ کنه. یه ستادی درست کنه نمیم چی دیات و میات و نمیم چی بیاد اینا را بازه همونش هم با پول مردم در میاره. این مرده بودن افرادی تو اون خانواده که این اتفاق افتاد. جامعه مؤمنین یعنی امروز فلانی نیمت مسجد چی شده؟ آه ظاهرن مریضه بریم یادتش. نیمت چی درگیری داره در چک داره آه این چی شده؟ ماجرای مرحوم های کافی رو براتون بگم و عرضم تمام. اینو پسرش برای من تعریف میکرد یا اخویشون. اون زمانی که مهدی سخنرانی داشتم میگفت ساعت مثلا 2:30 شب یکی اومده بود در خونه شو زدن 2:30 شب بود تخت 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 بیا بیرون. بنده خدا یه اومده این چی شده حاجا من فردا یه چکی دارم که برگشت میخورم. من آبرومندم تو بازار تالم مثلا حالا یادم نیست عددش چقدر گفت 100 تومان نمیدونم منظورش 100,000 تومان بود 100 تومان چون قبل انقلاب بود من نمیدونم. بعد پولی بوده که ایشون همونجا جمع میکنه تو خونه مرمر میکنه جور میکنه بهش میده. بعد برمیگره میگه حالا مومن نماز صبح میومدی نماز صبح میومدی حالا دیدی تو این رو بیر. ایشون یه شب من خوابیدم حضرت اومد بخوابم امام زمان گفت ما فرستادیمش اونجا اگه ناراحتی دیگه نفرستیم. مزتر شده بود به اضطرار افتاده بود. یعنی امام عاشق مأمومه نمیتونه سختیش رو ببینه. یا میشه یه همه زودتر اینو برای همه یه کمکی منت نذار سرش دیگه دلش رو که دیگه نشکن دیگه کمکی کردی زودتر انجام بده قبل اینکه بگه انجام بده قبل اینکه به زبون بیاره برو انجام بده. یه بیلدار شده به زار زاره و سیره مرحوم که به خدا رحمتش کنه دعا ندوهای بخشش مدیون ایشون ها. بدونید این شده بود که دیگه صبح و شب شده بود همین کار دیگه به فقرا فقط کمک میکنه. امین مردم بود پول میدادن خودش پول میذاش پاکت های سخنرانیشو میذاش به مردم کمک میکنه. این اتفاق باید بیفته. حضرت میگه که دروغ نیست شما نمیخواید شما خودتون چه میگه آقا بریم بجنگیم دور ما رو نگاه میکنه میگه مثلا از جنگو با خودمون شروع کردیم شهر شروع میگه اینا میشه جنگی داخل اینا داره همو میزنن واقعا فکر کنیم مثلا فرمانده بالا نوک کو وایسادی سپاه دید مثلا لشکر همه رو به جلو نگاه کردن آماده طلایه‌داران نمیدونم چی مثلا اینطوری ها سی فیلما جناح چپ جناح راست این حالت درسته آه حمله دید چقدر منظمن اول اینم کماندورا تیر میزنن بعد اونها نیزه هاشون رو نگه میدارن حمله نکنن این فنون جنگی ها دیدید مختار نگاه میکنید دیگه. خب آره اینا رو بعد یه فکر کنم یه فرمانده نگاه میکنی این داره به اون فوش میده اون یقه اون یکی رو گرفته اون یکی اون داره میندازه زندان اون یکی نمیدونم دعوای طلاق اون ولاغ اون یکی داره اون یکی داره اون که تهمت میزنه عجب شیر تو شیریه. شما میای اون سپاه فرماندهی کنی یه دروغ میگید. با خودتون تمرین کنید با خودتون تمرین کنید اون موقع من میام
برای همین یک کلام مثلا یکی از اصلی ترین دلایل غلبت همینه. آدم گفت فرمود که اگر قلبهای شما مجتمع می شد در وفای به عهد ما، سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشه. دروغ میگید، قلباتون مجتمع نیست، متفرقید. هی مملکت نگو صبح تا شب این چپی واسه راستی میزنه، راستی واسه چپی میزنه، دیوونه خونه است رسما. یا شعارم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها. امام معصوم بینشون بود، مردم مدینه گذاشت رفت، دید چی کارشون که سال بعد دیگه دو سال بعد واقعی هره درست شد. 10,000 نفر حمله کردن، قتل عام کردن، 3 روز ناموسشون رو حلال کردن. 1,000 تا حرامزاده در اثر اون حمله بعدها با. ببین دیگه ببخشید، هر نزدیکی که منجر به بچه دار شدن نمیشه، ببین چقدر تجاوز کردن که 1,000 تا حرامزاده فقط ازش به دنیا اومد. صفحه های قرآن زیر سم اسبا بالا پایین میرفت. ابا عبدالله بچه مدینه است، شهرشه. باز کوفی ها اینقدر غیرت داشتن گفتن باشه بیا اونجا، مدینه ای نگفتن نرو همینجا. این 10,000 نفری که سال بعدش من با یزید به جنگن، با اموی ها بخشید به جنگن، اینا چرا همون یکی دو سال قبلش با امام حسین بیعت نمی کنن؟ همونجا تو مدینه حضرت رو نگردن و استفاد 10,000 نفره درست کنن برای حضرت، میرن پشت سر عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، که اونم خیلی جالبه. خون این عجیبه، خون عبدالله ریخته شده بازم قبول نداره یزید فاسقه. خودش رفت شام دید عرق خوریشه، برگشت گفت بله ظاهرن حسین راست میگفتین، وضعش خرابه، بیاد بریم بجنگیم. اون جامعه است، اون جامعه که امام توشونه. ما باید خودمون رو درست کنیم. منتظر ابا صالح خودش باید مصلح باشه، خودش باید شروع کنه جامعه رو درست کردن، حواسش به فک و فامیلش باشه، حواسش به دور و بریاش باشه، بگه من دارم چیکار میکنم تو این نزدیکانم، به اینجا این سقوط نکنه که مشکل مالی نداشته باشه، این که خجالت نداشته. اگه همینجوری شد مثل لکه‌های جوهر اینجوری پخش بشه پخش بشه، اون جامعه رو خوبی میگیره، تصریف پیدا میشه، اخلاق اجتماعی میشه. تفرد قاتله، قاتله تفرد، اندیویژوالیسم قاتله. اصلا رهاورد غرب تفرد و اندیویژوالیسمه. فقط به خودت فکر کنی. برای چی بالا شهر بالای 50% ازدواج و طلاقه؟ فقط به خودش داره فکر میکنه. مشکل مالی داره، اون میگه مسئله مالی موجب طلاقه، بله هست، اما واقعا علت اصلی نیست. دو نفر همو بخوان عاشق هم باشن، میرن توی زیرزمین 10 متری تو بدترین جای شهر زندگی میکنن. اون لیلی و مجنون اگه بهشون گفتن بیا رونو که قل قاف و همزنی کنم، گفتن باشه بریم، فقط به هم برسیم. دروغه. جامعه نمیتونه حرفش یه چیزی باشه، عملش یه چیز دیگه باشه. اینو باید حل کنه. ما اینجا میخوایم بیام دور هم جمع بشیم، این فرازها رو مرور کنیم، از خودمون اصلاح شروع کنیم. دروغ نگیم، دل بسپر، عاشق شو، محبت کن، تبعیت کن. از چی؟ از معروف. آقا برات گفت این حرف خدا رو، دروغ نگو. چشم. آقا چرا من اصلا قد بدم میاد؟ آقا حکم خداست، حکم خداست، این حلال این حرام، تن بای من چه؟ یه انقلت نداره که. من اینقدر از این کار بدم میاد، جهنم که بدت میاد، از تو مبنا نیستی. برو یه فکری به حال خودت بکن، ببین چرا حب تو با حب خدا یکسان نیست. عدول کردی از فطرتت. اصلا بوت تو همینه، قربانی تو همینه، تو همین رو باید بشکنی. قربانی یعنی چی؟ از چی میاد ویژگی؟ ریشه چیه؟ از قرب. یعنی تو میخوای نزدیکی خودتو به کسی اثبات کنی، چیکار میکنی؟ قربانی میکنی براش. چی رو قربانی میکنی؟ چیزی عزیزه. بریم ببینیم استاد به خیکمون میبندن، اسماعیل منو باید به قربانگاه ببرم، دکتر گفت و گفتن است، پوله، اسبر دیگه، انواجون ازواجون نمیدونم چی و چون 24 توبه همینا رو گفت، اونو باید به قربانگاه ببرم. اون خواسته، بر من تابه، جهنم که تابه،
من تا این کارو نکردی که نکردی. من دارم این کارو دائم میگم، ترک این کار تابوه. جهنم که تابوه. با همون مشهور میشی. میگه غیبت نکن، نمیفهمه دوباره غیبت میکنه. ای. میگه من دروغ میگم، میگه دیوانه. دروغ بگی که تهمته. حرام خدا رو انجام نده، بازم میکنه. بعد برای محسنم گریه میکنه. برای امام زمانم گریه میکنه. با جمع کن تو رو خود خودت. فکر کن همین غیبت رو ما واقعا گوشت برادر مورد خوردن میدیم، هیچ دعوای تو خانواده ها نبود. همون بود. چون فتنه همینه. که از همون اول تو ذهنمونه. نه کسی رو منزدن، نه اسمون. اصلا تو گمانش رو تو ذهنت نباید بیاری. همیشه باید خوشگمان باشی. بگی دقیقا این برعکس. این اینجوری. اینقدر آموزش بدی به خودت، به نفست، و این تنبیه شده باشه بابت هر بار که قضاوت باطل کرده، مثلا حسادت کرده، عمدن رفته نسبت به اون کسی که حسادت کرده رفته خوبی کردی، این دیگه نفسه میگه با ولش کن، دیوونه است، بلند میشه میره برعکسش انجام میده، بیشتر اذیتت میکنه، بذار کنار. این تربیت میشه. این آدم میتونه پاره کاوه همزمانش وایست. حضرت میاد میگه این کارو کن، نفس نداره، میگه چشم. برای سخت نی بپر تو تن رو چشم، مال تو بده بره چشم. فکر کن حضرت ظهور کنه فردا. خب ما این برادران شیعیان افغانستانیمون الان اونجا جنگه. خب خوناتون نصف کنید سریع. هر خونه یه خانواده را بده. زنان مردونه کنید، شب همونجا بخوبید. زندگی کنید تا موقعی بدونید چیکار کنید. آقا من حساسیت دارم، کرونا میگیرم، اون نمیدونم چشه، اون یکی گوشه، شروع میشه. تو از الان باید بگذری، فهم موقع بتونی بگذری. زنه ترس شوهرش جرات نداره صدقه بده، مرده ترس زنش جرات نداره صدقه بده. پولمون رفت، بدبخت شدیم. خب خدا کجاست که خیر و رازقینه؟ دروغه دیگه. ای تو پول داشتی بری بدی به این کار، برای این کار نداشتی، ما چه تو گره؟ آره باید یه پولی هم بدی این وردیه. چراغی که به خانه رواز بر مسجد حرام است. اینا کجای دین در آورده؟ این که آیه توبه که من خوندم، سوره توبه، که دقیقاً عکس اینه که چی؟ لنفسک و دینک. دقیقاً باید برای دین خرج کنی، برای اون شبکه که توش ولایت حاکمه باید خرج بکنی. چی میگی تو؟ خیلی وقت یه چیزی هست که اصلا اساساً به جامعه واجب، خونت واجب نیست. محسن اگه اینجا فکر میکرد، چرا که به خانه رو آن مسجد هم زن و بچه هم بچه شد ببرم بدوزن. دقت کردی خیلی از این کسایی که رفتن شهید شدن، وقتی زن و بچه شون قفلی زدن، پدر مادر قفلی زدن، چی گفتن؟ چجور جواب دادن؟ طرف ساکت شده. امام حسین گفت اگه امام حسین هم بود اینجوری میگفتی؟ از زینب ها اینا بیشرف ها دستشون برسه، اینا همون کار که حجر ابن ادعی کردن، خدای نکرد از زینب میکنن و رفتن پیکر حجر ابن ادعی تو خاک بیرون کشیدن. این که میگه دیگه میگه تموش. کی بود تعریف میگه همیش شده مدافرم بود؟ حضور ذهن ندارم، ولی قریب به مضمون که میگه شب از زینب تو خواب نمیدونم تحویلم نمیگیره، همینجوری قرقر کرده بود. و صبح بلند شده بود ساکو بسته پاشو برو. گفت چی شد؟ معجزه شد نصف شب؟ چه اتفاق برات افتاد؟ گریه میکنیم. یه پاشو برو. برای اینکه ما توهم این مالکیت مال خودمونه، بچه من، خونه من. بابا اینا آریه است، اونی که باقیه اون ولایت است. برادر خودت نه، برادر دینیت آره. حالا وایس تو ببین چی میشه. برادر دینیت رو میشناسی، کمکت میکنه، شفاعت میکنه، برادر خودت یقت کرده، پشت سر من حرف میزدی ها، الا اینکه برادر خودت برادر دینیت هم بشه. این خیلی خوبه دیگه. فبالمر اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً معيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. تعجيل الفرج قطب عالم من كون حضرة صاحب الزمان صلوات الله عليه وسلم.